یکی دو روزیه که بعد از تقریبا 3 ماه تعطیلی مدارس به دلیل ویروس کرونا مدارس رسما بازگشایی شدن، اما اونطور که مشخصه هنوز هم دغدغه ها و نگرانی های پدر و مادرها وجود داره. امروز اومدیم به یکی از مدارس شهر کرمان ببینیم که اوضاع احوال آموزش در این روزها به چه شکلیه. با ما همراه باشید. حالا این چیزی که من امروز دارم میبینم نه، چون بعضی از بچه‌ها، حالا 3 تا از بچه‌ها تو کلاس من اصلا کلاً گوشی نداری، گوشی داشتن اصلا کلاً باشه بگه شاد نبودن، اصلا کلاً ثبت نام نکرده بودن، شرکت نکرده بودن. شبکه یا آموزش که من تماس با خانواده‌شون می‌گرفتم اکثرا تو روستاها بودن، به هیچ عنوان اکثر روستاها کلاً نت ندارن. بله دیگه با امسال با توجه به این ویروس منحوس کرونا دیگه مجبور شدیم، گفتن که باید بیاین الان یه چند روزی دوباره گذاشتن برای کلاس‌های جبرانی. قبلا با تو سامانه شاد بودن بچه‌ها و مرتب پیگیر بودن، خدا خیری به معلم‌ها بده، واقعا همکاری می‌کردن. خب یه سری مزایایی داشت، یه سری نکات معایبی داشت. متأسفانه خب دیگه بالاخره به چشم بچه‌ها آسیب می‌رسونه، مرتب می‌بایست گوشی باشن اینا، یه مقدار معایب داشت. یا یعنی اینکه یه وقت گوشی هنگ می‌کرد، می‌خواستیم مطلبی بفرستیم واقعا نمی‌شد. مثلا ممکن بود فقط یه گوشی هوشمند تو خونه داشتن، مثلا دست پدر خانواده بود، ایشون هم سرکار بود، می‌بایست صبر کنن تا ایشون بیاد بتونن تکالیفو بفرستن با معلم در ارتباط باشن. خیلی نگرانی زیادی برای اولیا بود. شما اسمت چیه؟ یزدان. یزدان کلاس چندمی؟ 1. کلاس اول. توی چند وقت که خونه بودی آموزش‌های مجازی چطوری بود؟ هر وقت اعصاب و خوب بلند می‌شدم مامانم بهم میگفت کتابا بردار بیا بشه پایین تلویزیون آموزش نگاه کنم بنویسم. با شبکه آموزش خوشم میومد، چون درست درس میدن، مثلا ریاضی درست درس میدن. تو کلاس لقد بیشتر به اون حال میداد دست جمعی، ولی الان چیکار کنم؟ دانش آموزانی که به نوعی در طول مدتی که سامانه شاد و سامانه های واتساپ و به نوعی فضای مجازی فعال بوده و نتونستن توی سامانه حضور پیدا کنن و از فعالیت‌های مدرسه بهره‌مند بشن، این دانش آموزان رو شناسایی کردیم. هم مدرسه به نوعی پیگیر بوده، معلمین به نوعی پیگیر بودن، هم خود خانواده‌ها هماهنگ شده و امروز الحمدلله 2 روز 3 روز هست که دانش آموزان دارن میان و از کلاس‌های رفع اشکال استفاده می‌کنن. تعدادی که ثبت نام کردن یا تعدادی که من توقع داشتم نه، شرکت نکردم. خاطر فقط ترس از همون بیماریه. با اینکه ما گفتیم مثلا امکانات داریم، ولی خب بازم خانواده‌ای اون استرس خودشون هنوز دارن. بله حالا امروز روز اولشون بود، ولی خیلی معلمشون راضی بود ازشون. گفت خوشبختانه درس و مرتب یاد گرفتن. یعنی معلمشون خیلی پیگیر بود، خیلی هم واضح چیزا رو می‌گذاشت. خیلی خوب بود. ولی خب مثل مدرسه نمیش براشون. برای حضورشون هیچ اجباری نیست. اما خود به خود خود دانش آموزان والدین وقتی که میبینن یه احساس نیاز در وجود بچه ها هست به واسطه این که بعضی نواقص در کارشون هست، اشکالاتی در روند کار آموزشیشون هستش، خود به خود میان و استقبال میکنن از این کلاس ها. و خب الحمدلله ما هم تمام پروتکل های بهداشتی روال کار رو رعایت کردیم و داریم با دانش آموزان این اشکالات رو کار میکنیم. پایه اول بر اساسی که الان این کلاسایی که الان گذاشتن رو همین اساسی که من مثلا معلم باید تشخیص بدم که این دانش آموز آیا واقعا باید پایه بالاتر بره یا نه. خانواده این که گوش بر از معلم مثلا بررسی بکنن، معلم چیزی میگه گوش کنن. الان من دانش آموز دارم یکی دو تا شاید واقعا صلاح نیست کنن کلاس دوم، ولی اصرار دارم که بله ایشون رو 3 ماه تابستون ما میتونیم معلم خصوصی بگیریم، مثلا به کلاس بالاتر. ولی اون چیزی که من دارم تشخیص میدم فقط هدف یاد گرفتن نشانه های الفبا نیست، حروف الفبا نیست، خیلی چیزا دیگه هم بالاخره باید یاد بگیرم برای کلاس دوم. خب دیدیم و شنیدیم صحبت ها و درد دل های دانش آموز ها، پدر مادر ها و معلم ها رو در این روزهایی که مجدداً مدارس بازگشایی شده. همونطور که میدونید همچنان اجباری برای حضور در مدارس نیست و آموزش های مجازی هم همچنان ادامه داره. ممنون که با ما بودید. تا یک گزارش در شهر دیگه، خدا نگهدار.